سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در جلسات قبل در خصوص برنامه ریزی پروژه صحبت کردیم و گفتیم که چطور میتونیم یک پروژه رو برنامه ریزی کنیم و از نرم افزار آفیس پروژه هم از استفاده کردیم با سه ریزی حالا میخوایم وارد بحث کنترل و نظارت بر پروژه بشیم به طوری که فرض میکنیم پروژه شروع به اجرا شده و حالا میخوایم ببینیم که روی برنامه یا اجرا میشه چه کارهایی باید صورت بگیره چه اشخاصی با چه منابعی چه کارهایی رو انجام بدن و اینکه چقدر در پروژه پیشرفت کردیم و و اینکه گزارشات رو تهیه کنیم و به زینفان و زیرفتان و پروژه ارائه بدیم خب نظارت و کنترل بر اساس تعریفی که پی ام با کرده یه سری فرند ها هستن که برای مشاهده اجرای پروژه انجام میشن در خب. برای مشاهده اجرای پروژه انجام میشن که بر اساس این مشاهدات ما میتونیم مشکلاتی که به وجود اومده یا ممکنه به وجود بیاد را شناسایی میکنیم و اقدامات اصلاحی باسه اونا اتخاذ میکنیم و بعد اینکه اقدامات اصلاحی رو اتخاذ کردیم و اجرا کردیم پروژه تحت کنترل دوباره قرار بگیره و اینکه برنامه‌مون رو آپدیت کنیم. و این اساس ما سه تا فاز واسه این قسمت در نظر داریم. یکی فاز اجرایی هستش که خب پروژه باید بر اساس زمانی که تعریف شده و منابع اونها و همچنین انسانها و یا منابعی که باید واسه انسان‌ها در نظر بگیریم یه کاری رو شروع کنیم و افراد مختلف سازمان این کار رو شروع به اجرا میکنن و خب پروژه شروع به اجرا میشه وقتی که شروع به اجرا شد ما حالا به صورت دوره یا به صورت پیوسته هر سیستمی رو که اتخاذ میکنیم کنترل میکنیم می میکنیم می می عمل رو و مواردی که در, در حال اجرا هستن رو با پیشبینی ها مقایسه میکنیم و میبینیم که چرا منحرف شدیم چه کاری رو انجام ندادیم چه کاری رو باید انجام میدادیم و چه کاری چه کاستی هایی رو داشتیم و بر اساس اون استراتژی مقابله با انحرافات رو انتخاب میکنیم و میگیم حالا باید چه کارهایی انجام بدیم تا پروژه تحت کنترل قرار بگیره و میایم این تغییرات رو دوباره وارد برنامه میکنیم و حتی واسه ادامه پروژه دوباره برنامه‌ریزی میکنیم خب فرند هایی که باسه اجرا این فاز ها میتونیم داشته باشیم البته من تمامی فرند ها رو اینجا نهی بردم مهمترین اون فرند ها رو بردم فرند بیشتری هم وجود داره و خب مهمترین فعالیت ها ها کنترل و نظارت بر کار ما باید یه سیستمی رو تعبیه کنیم که حالا به صورت سیستماتیک گزارشات کنترل رو تهیه کرده و به زینفان بدیم این گزارشات خب از مشاهدات ما نشأت میگیرند و در واقع ما اول باید بتونیم خود اجرای پروژه رو بریم مشاهده کنیم و بر اساس مشاهده که کردیم پیشرفت پروژه عمل کرد برنامه و غیره رو به صورت گزارش به زینفان و افراد مربوط ارائه بدیم پس یه سیستم گزارشات لازم داریم و یه سری فرندها بسید کنترل تغییرات هستش خب صد درصد، تو پروژه تغییرات زیادی رخ میده یه موقعی یه کاری رو که فکر میکردیم میتونیم انجام بدیم حالا از لحاظ فنی نمیتونیم انجام بدیم خوب پیش بینی نکردیم و یا مثلا شرایط محیطی ایجاب میکنه که یه کاری رو یه طور دیگه یه انجام بدیم و غیره که ما باید این کنترل کنیم تغییرات رو و تغییرات رو در بیاریم و روی پروژمون اعمال کنیم و روی برنامه کنترل هزینه هستش مخصوصا واسه پروژه بزرگتر کنترل هزینه خیلی مهم هستش که از تکنیک ارن والیو استفاده میکنیم ارزش افزوده که ببینیم چه مقدار هزینه پیش بینی کردیم چه مقدار هزینه کردیم و از لحاظ هزینه الان چقدر عقب و جلو هستیم و شاید نیاز به تامین منابع مالی دیگه ای داشته باشیم کنترل کیفیت هستش که یکی از بخش‌های بسیار مهمه مخصوصا تو پروژه ها ما خیلی از استانداردهای های مختلف کنترل کیفیتی رو داریم که با استفاده از اونا میتونیم بگیم آقا حداقل کیفیت های این محصولی که دارم ارائه میدم برای شما تعبیه شده و خب خیلی جاها از اونا استفاده میشه از این سیستم های کنترلی ما مخصوصا بخش فنی و یه نکته مهم ارتباطات هستش ناکنین چرا ارتباطات مهمه به خاطر اینکه ما به یک نتیجه میرسیم یک کار اشتباهی رو پیدا کردیم اقدام اصلاحی انجام و درستش کردیم و باسه اینکه این اقدام یعنی این اشتباه دوباره تکرار نشه باید بتونیم اون رو به افرادی که مربوط هستن ارائه بدیم و اونها رو در جریان قرار بدیم یکی از مهمترین موارد ارتباطات هستش که ما افراد رو مطلع کنیم و دیگه مطمئن شیم که اون اشتباه رخ نمیده و خب بر این اساس ارتباط ها توی پروژه ها خیلی مهمه نه تنها تو پروژه ها تو سازمان ها و انواع اقسام جاها نوع ارتباطی که وجود داره حتی از سیستم دانشی اون پروژه رو تقویت کرده و بنیان بنیان گذار بنیان میکنه و دانش اون سازمان منوط به ارتباطاتی که بین افراد تو وجود داره بعدش کنترل ریسک رو میتونیم نام ببریم که خب ما برنامه ای که ریختیم واسه مدیریت ریسک و حالا برنامه ای داریم که میخوایم ریسک ها رو نگاه کنیم چرا رفتش خب. و بر اساس اون حالا ببینیم ریسک هایی که شناسایی کردیم آیا وقوع پیدا کرده چه کارهایی انجام دادیم باسش بگیری کنیم ریسکامونو و خب بر اساس اون برنامه مدیریت ریسکمون جلو بریم و کنترل زینفان نفان هست همونطور که در هنگام زینفان نفان داشتیم صحبت میکردیم آیا زینفان ما بیشتر شدن کمتر شدن زی نفان مهمتر اونایی که اول مهم بودن آیا اولویتها ها تغییر کرده و حالا ما باید افراد دیگه ای رو در نظر بگیریم نیازهاشون رو بسنجیم و غیره تو موقعی که پروژه رو اجرا میکنیم معمولا موارد یا مشکلات شایعی رخ میده یعنی مشکلاتی هستش که در اکثر پروژه ها وجود داره و این مشکلات رو اینجا من سعی کردم مهمترینش رو لیست کنم و با اونها در عمل حتما مواجه میشیم مخصوصا مشکلات فنی این خیلی مهمه خیلی وقتا مثلا یهو کسی که پروژه رو سفارش داده خواسته هاش تغییر میکنه و حتی این خواست تغییر خواسته ها ممکنه باعث بشه WBS ما تغییر کنه و این یه چیز شایع هستش ممکنه توالی رو فعالیت ها رو خوب شناسایی نکرده باشیم بعضی از فعالیت ها از قلم افتاده باشن ممکنه یه کاری تکمیل نشده باشه به موقع و خب موجب بشه بقیه فعالیت ها تاخیر بخورن پیش ها رو نادرست انجام داده باشیم همه اینا رو تو اجرا 100 درصد باشون مواجه میشیم و بر این اساس هستش که میگیم یه پروژه رو وقتی که برنامه ریزی میکنیم مخصوصا از لحاظ زمانی هیچ وقت ما جلوتر از برنامه نباید باشیم چون مشکلات فراونی تو عمل رخ میده و وقتی که جلوتر از برنامه باشیم نشون میده که ما برنامه ریزیمون اشتباه بوده در بهترین حالت ما در راستای برنامه جلو میریم و اونم تحت شرایطی رخ میده که ما چندین و چند بار پروژه مشابه رو انجام داده باشیم و تو عمل خیلی از موارد رو دیده باشیم و حالا بتونیم به درستی برنامه کنیم خب واسه اینکه بتونیم پروژهمون رو کنترل کنیم سیستم های مختلفی واسه کنترل وجود داره که اینجا معروف رو آوردم و اونایی که باید وجود داشته باشه یکی از مهمترین چیزها کنترل پس از اتمامه چرا من میگم یکی از مهمترین موارد به خاطر اینکه ما خیلی وقتا پروژه رو انجام میدیم دیگه نمیایم ببینیم نقاط ضعف و قوت ما در زمان اجرای این پروژه چی بوده چه تجربیاتی کسب کردیم اونا رو داکیومنت کنیم و در پروژه های دیگه استفاده کنیم وقتی که داکیومنت کنیم و اونا رو در پروژه های دیگه استفاده کنیم ما خیلی به برنامه نزدیک خواهیم شد توی پروژه بعدی به خاطر همین یکی از مهمترین مواردی هست که باید دانشی که کسب کردیم تو پروژه رو داکیومنت کنیم مستند کنیم و از اونا استفاده کنیم خب یه سیستم شایعی که در کنترل پروژه استفاده میشه کنترل دوره‌ای هستش به طور مثال ما هر هفته هر ماه باید با پروژمون رو تق... کنترل کنیم ببینیم چه کارهایی انجام شده چه کارهایی انجام نشده گزارشاتمون رو آپدیت کنیم و ارسال کنیم حتی روزانه هفتگی ماهانه فصلی و سالیانه این میشه کنترل دوره ای که تو این تاریخ ها تاریخ استاتوس دیت میگن و اصولا هفتگی این کار رو باید انجام بدیم یعنی حداقلش دیگه به صورت هفتگی هستش که ما باید پروژمون رو حتی اگر بزرگم باشه ببینیم و کنترل کنیم و اطلاعات و داده رو از اون خارج کنیم و به بروز کنیم خب یه سیستم دیگه به نام مایلستونه که خیلی معروف هستش مایلستون نقاط کنترلی هستن که ادامه پروژه منوط به اون هاست زمانش صفره یعنی در واقع یه فعالیت تعریف میشه با زبان صفر و ولی این فعالیت تعریف شده با زمان صرف واقعا یک فعالیت نیست بلکه یک نقطه کنترلیه و چون پیش نیاز داره ما میگیم کارهایی که باید تا الان انجام میشد آیا انجام شده وقتی که کارها تا الان انجام بشه و اینا رو کنترل کرده باشیم اوکی شو که بگیریم میتونیم ادامه پروژمون رو انجام بدیم به خاطر همین به اینا میگم مایلستون مایلستون در واقع از تابلوهای کیلومتر سنجی میادش که در قدیم روی سنگ می نوشتم و می گفتن انقدر کیلومتر مونده تا به اون شهر حالا تو پروژه ما از این نقاط مایلستون استفاده میکنیم میگیم آقا این کارها انجام شده حالا میتونیم بریم کارهای بعدی رو دیگه انجام بدیم و اگر این کارها انجام نشده باشه و اون کیفیت مناسب نداشته باشه یا ما برگردیم این کارها رو دوباره انجام بدیم یعنی که کلا ممکن اصلا پروژه کنسل بشه و از ابتدا شروع بکنیم خب پس ما فازهای مهممون رو اقلام تحلیل شدنیمون رو و مواردی که باید به سینف آنمون تق... فاز بندی کردیم میگیم فاز یک رو اینجا بتونید این یک مایلستونه و مثلا نرم افزاری رو میخوایم دیولپ کنیم میگیم اوکی وقتی که این قابلیت ها توی نرم افزار ایجاد شد فاز یک تموم میشه و حالا تو ای مشتری میتونی ببینی که آیا اون چیزی بود که میخواستی حالا اگر اوکی بود تو الان بقیه رو ادامه بده یه چنین مفهومی رو داره حالا چرا خیلی جاها سیستم های کنترلی با مشکل بودن میشن خیلی وقتا اصلا سیستم های کنترلی رو تا یه جایی میبریم جلو اما از اونجا به بعد دیگه به فراموشی سپرده میشن و خیلی جاها ادامه پیدا نمیکنن خب یکی از دلایلی که میتونیم بگیم اینی که ما تعریف میکنیم که هر هفته کنترل داشته باشیم به طور مثال حالا یه چون من خودم تو کار نرم افزارینا هستم پروژه نرم افزاری رو بهتر میتونم تشخیص بدم و مثال بیارم واسهشون هر هفته افراد جمع میکنیم میگیم اوکی کارها چطور پیش رفت پیشرفت پیش رفت کارها رو بگین و با اونا صحبت میکنیم که چقدر کار پیش رفته و پیشرفت کار رو اونطوری میتونیم گزارش بدیم خب خیلی وقتها ممکنه به خاطر تعطیلی یک یا دو یا یعنی اینکه شلوغ بودن افراد این جلسات تشکیل نشه این دلیل نمیشه که هفته بعد رو هم تشکیل این دیگه تنبلی میشه یکی از دلایل اینه یکی از دلایل دیگه اینه که خب بعضی وقتها به هم ریختگی تو کارها ایجاد میشه و مافوق میگه که باید کنترل بیشتری ایجاد بکنیم و یه شخصی رو اصلا میگیره که واسه این کار که باید این کار کنترلی کنترل بیشتری انجام بشه روش و خب اون اشخاصی که مسئول کنترل هستن هر لحظه هر روز میان و کنترل بیش از حد جزئیات انجام میدن و, خب باعث میشه که جلو افرادی که دارن اجرا میکنن اصلا قرار بگیرن و خب این باعث یک تنش میشه و در آخر گزارشات مطلوبی هم به دست نخواهد اومد و اونجا میشه که حتی زینف هم که تا الان میگفت آقا کنترل بیشتری انجام بدیم دیگه پشیمون میشه و یواش یواش به عنوان زمانی این کنترل ها به فراموشی سپرده میشه یا کار دیگه این که ما باید یه سری فعالیت پیچیده رو کنترل کنیم میریم رو ساده ها گیر میدیم و خب یه سری گزارشات به دست میاریم که به درد نمیخوره و این فعالیتی که مهم بودا یا پیشرفت یا نکرد رو گزارش نمیدیم میریم فعالیت ساده رو گزارش میدیم و خب این باعث میشه که بگیم آقا این کار نتیجه بخش نبوده و به درد نمیخوره و ادامه نمیدیم و بیشترین مواردی که باعث حذف میشه کنترل بیش از حد به نظر من چون باعث ایجاد تنش میشه توی افراد و افراد به جای اینکه بیان همکاری کنن و توی جلسه ها شرکت کنن و از در واقع از خداشون باشه که این جلسات تشکیل بشه که بگم ما چقدر پیشرفت کردیم چقدر کار رو خوب انجام دادیم و به کجا داریم به سمت میریم بیشتر زده بشن از این کار و خب نخوان این کار رو انجام بدم اما اگر به صورت یک سیستم درست این کار انجام بشه مطمئن باشیم که افراد نیز خودشون مشتاق این کار هستن تا این کار رو جلو ببرن و حتما اجرایی میشه خب ممنون از توجهی که داشتین تو این جلسه وارد بحث کنترل شدیم تو جلسه بعدی من این موارد رو توی MSP نشون میدم و خب میبینیم که اگه تغییراتی که رخ داد توی MSP باید چیکار کار بکنیم و یه نگاهی از این موارد رو تو MSP خواهیم داشته باشیم امیدوارم موفق و پیروز باشیم خدا نگه